درود فراوان به شما. امروز 25 مرداد و مصادف است با 56 سالگرد وقایع آزادی خواهی ملت ایران، دورانی که دکتر محمد مصدق به پا خواسته بود تا کشور ما را به عنوان اولین کشور دموکرات خاورمیانه تثبیت کند. ولی روحانیت عقب مانده از تمدن کنونی و استعمار خارجی که طی چند قرن گذشته ما را به بند کشیده، آزادی را برای ملت ما بر نتافتند و در 27 و 28 مرداد سال 1332 با چند هزار دلار پول خارجی و عمال خود فروخته به کمک اشتعبان بیمخا و اوباش خیابانی راه را به روی ملت ایران بستند. همچنان که در تابستان سبز امسال آدمکش‌های ولایت فقیه مردم به پا خواسته ما را سرکوب کردند. واقعیت هم این است که این نبرد و تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی سر دراز دارد و ما اکنون اندر خم کوچه های اولی آن هستیم. در این کوره راه سری به منزل دکتر محمد مصدق میزنیم و پیام او را از احمد آباد کرج میشنویم. باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دقیقاً معنای ولایت فقیه نوشتن در کتب فقهی همین آقایان که مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر است.
مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمیتوانند اداره جامعه خود را، امور خود را اداره کنند. میپندارند مردم در حوزه عمومی محجورند، رشید نیستند، مصلحت خود را تشخیص نمیدهند. باید کسی باشد به جای آنها تصمیم بگیرد تا گول شیطان نخورند، تا فریب شیطان نخورند. میگویند ما مصلحت شما را بهتر از شما تشخیص میدهیم. ما تشخیص دادیم موسوی رئیس جمهورمان باشد، میگویند غلط کردید. پس درست این است که احمدی نژاد رئیس شما باشد. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید. گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. آیا قضات ما استقلال دارند؟ من دقیقا به یاد دارم در زمان قبل از انقلاب، هر زمان که پرونده سیاسی تشکیل می شد، قضات شریف دادگستری آن زمان زیر بار اوامر اعلی حضرت همایونی نمی رفتند. شاه مجبور می شد برای محاکمه مصدق و بازرگان دادگاه نظامی تشکیل بدهد. میدانید معنای این سخن یعنی چی؟ یعنی دادگستری شاه سالم بود. دادگاه نظامی علیه مصدق خود کرد. دادگاه نظامی بازرگان را محکوم کرد، طالقانی را محکوم کرد، نه دادگاه عادی. و امروز ما میبینیم که نیازی به دادگاه نظامی ندارن. دادگاه عادی مثل آب خوردن بلافاصله حکم صادر میکند. در بسیاری از این دادگاه ها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمی گیرد. در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب می شود. تمام این عزیزانی که از سران اصلاحات که الان در زندان هستند هیچ جرمی ندارند جز کار تشکیلاتی برای استقرار دموکراسی در ایران. مگر می توان پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر میتوان حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طرق مسالمت آمیز و قانونی استفاده نکرد؟ اسم این کار رو گذاشتن انقلاب مخملی. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نر قدرت را از ما بگیرن. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایران هستند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرند. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جای روز مبارزه بزرگی را ملت شد. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. بله، این داستان سر دراز دارد. روز خوبی در پیش داشته باشیم.